مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران از تداوم ورود فاضلاب و پسابها به دریای خزر و خلیج فارس خبر داد و آن را فاجعه بار دانست. امید صدیقی ورود پسابها در دریای خزر و خلیج فارس هم از کشورهای همسایه و هم از ایران را دلیل مشکلات بزرگ زیست محیطی اعلام کرد و گفت: در دریای خزر با چهار کشور و در خلیج فارس با هفت کشور دیگر اشتراک وجود دارد که همه آنها مشکل ورود پساب و تخلیه آلودگی فاضلاب شهری و صنعتی به دریا را دارند صدیقی نبودن تصفیه خانه در بسیاری از شهرهای ساحلی را موجب ناتوانی در ممانعت از ورود فاضلاب به دریا دانست و گفت در سال 1388 پس از پیگیری های زیاد مصوبی از دولت گرفته شد اما به دلیل کمبود بودجه سالانه امکان انجام آن در کوتاه مدت ممکن نبود مسئله ورود فاضلا به دریای خزر معذلی با سابقه طولانی است که مقام های محیط زیست و مدیران وزارت نیرو در دوره های مختلف وعده اصلاح فوری آن را دادند اما در عمل آنچه اتفاق افتاده افزایش ورود پساب به دریا بوده است کارشناسان وضعیت آلودگی خلیج فارس را نیز بحرانی اعلام کردند. آلودگی‌های نفتی، تخریب سواحلی، ورود فاضلا به خانگی و صنعتی، نابودی زیستگاه‌های ساحلی و زباله‌های دریایی مجموعه مخاطراتی هستند که این بخش از طبیعت در جنوب ایران را تهدید می کنند در حالی که دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل و حل آن ندارد.